سه روز بیشتر وقت ندارم. با بدبختی زدم بیرون. دلم برای تنگ شده بود. استرس، ناراحتی، عصبانیت براش سمه. دلیل خونریزیش هم همین بوده. نگران نباش عزیزم. چیز مهمی نیست. سلام. سلام. تنهایی؟ فقط خانمم تو ماشینه. بیا تو. پولمول با خودت آوردی یا نه؟ پولمول که نه. گفتم حالا اول حرفامونو بزنیم. دیگه حرف نداره که داداشم. اگه میخوای راحت بری سوی اون ورا 20 تا واسط خرج برمی‌داره. ببینم مهندس جون، سیاسی میاسی که نیستی؟ نه بابا، سیاسی کدومه؟ پول بیاری رایت کردم رفتی. از کجا مطمئن باشم؟ ببینم، مثل که رفیقت نگفته با کی طرفی. هزار تا مثل تو رو رد کردم اونور مرز، آبم از آب تکون نخورده. آخه تو که نمیخوای بیدارشی، برای چی دیگه ساعت رو کوک میکنی؟ بیا بگی چای تو بخور. اوه مادر داغه. اوه عجب داغه. نازک نارنجی ها داغه. نگاه کنی اینجا رو ببین چه خبره. من خودم خلوت میکنم. چش شما لطفاً دلگیر نشی مادر. بله. میخوام برم سفر. یه ناز و نوازشی، یه موچی. خسرو ببین سر به سرم نذار. امروز اصلا حوصله ندارم.
یه جوری شما صحبت میکنه انگار تا حالا من دور نشد یوش داری بابا. ببین تو رو خدا چی رو به چی وصل میکنه؟ چی رو به چی وصل میشه؟ ببین مادر من دیشب زر نخوابیدم اصلا، فقط همین یه رو پیش رفتم تو کما. برای اینکه آدم حرفه‌ای هستی. برای گفتم کاری یادم افتاد، تلفن زدن گفتن ریشه تو بتراش. دستگاه این چیه ریش تراششون مقورت میده. چشم یا آبم به اون صورتت بزن، شاید یه خود آدم باشی. هی بگو چشم چشم، اما کاری نکن. چشم. حرکت اول برای تقویت عضلات این وری، حرکت دوم برای تقویت عضلات این وری، حرکت سوم برای تقویت عضلات از عقب. خیلی باحالی. نمیدونسته بیپ بدم. خودکار. اونجاست اون پشته. الو بگو. باشه فهمیدم. خیلی خوب، بابا خفم کردی، فهمیدم. خداحافظ. باید بریم. الان؟ وقت نداریم. مگه قرار نبود که ما کارامونو بکنیم بعدم بریم؟ پس صابخونه چی؟ صابخونه چی؟ خونهشو تو جیبم نذاشتم ببرم. اینا سر جاش. اگه هزار دفعه دیگه هم بری سفر باز هم شروع میزنه. عزیز من، مادر من، قربونت برم، دلت شور نزنه. کار تو رو خدا مواظب خودت باش، سرما نخوری. یه شال گذاشتم براتون رو ببر با خودت. بله بابا. چی پنچر شد؟ الو قطع وصل میشه صدا. باشه باشه باشه، خواهش میکنم. کی بود؟ راننده بود، صداش درست نمیومد. بله صبح. خانم آیدا صوفی، میدونم خانم، من از شما خواهش کرده بودم دیگه به من تلفن نکنیم. چقدر من در مورد هیچ کس و هیچ موضوعی با کسی حرفی ندارم. بزن کارامو بکنم دیگه. نه نه نه. میشتری بابا؟ نه نه. نخیر با شما نیستم خانم جان. خانم من دیرم شده. ببخشید. شرمنده شما هستم. خداحافظ. نه 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 نه. بفرمایید آقای کریمی. بله بله. مادر نگران نباشه. من خودم. برو تو مادر. برو تو مادر. آقا مادرتون صداتون میزنه ها. مادر من در آخرین لحظه نگرانه. میگم شما فکر همه چیرم کردین ها. میگفتیم شما راحت باشین دیگه. تو بسید اونجا چیکار میکنی دختر؟
صبح زود کدومه قربان؟ الان ساعت 7:30. خب میدونم، منظورم اینه که نگران نباشی، من الان دارم تعقیبش میکنم. مطمئنی؟ قول دادم. خدا کنه شما هم سر قولتون باشی. گمونم یه خانومی داره دنبالمون میاد. بیکارن دیگه، مزاحم. تا باشه از این مزاحم آقا. نه عزیزم، فقط درد سره. مردم شما رو دوست دارن آقای بردباری، ما واسه همین هم دنبالتونن دیگه. ما مردم رو دوست داریم، مردم لطف دارن، محبت دارن، ما هم گرفتار همین مردمیم دیگه آقا جان. ببینم شما دوتا تازه اومدین تو این کار؟ بله. زن شوهرت دیگه به سلامتی بهمون نمیاد؟ راستش که نه. چطور مگه؟ آخه دیدم صبح سحری دوتا آدم ببراق و سرحال اومدن دنبال من، گفتم یا عاشق حمید یا قرار عاشق همدیگه بشی. عاشق که آقا چه عرض کنم، یک کمی هم جلوتری. باریکلا باریکلا، وقت بچه دار که نشدی؟ تو راهه. چه تر و فرز کار دادید دست خودتون. از دستمون در رفت دیگه. ببینم وقت کار کردن تو این شرایط برای شما سخت نیست خانم جان؟ آخه راستش میدونین چیه، من اگه کار نکنم افسرده میشم. شما عین من این که زبمت نداری؟ روشن کنم؟ آره یه صدای یه موسیقی چیزی بیار صبح اول صبح یه خود حال کنیم دیگه. بالاخره دیناش ناش این خوبه؟ بفرمایید. دست شما درد نکنم. درست اون موقع که میخواستم بگم چایی یا چایی رو دادی؟ جواب بده. جواب بده دیگه. این ازم کنه یا؟ برمت مشکوکه. مأمور نباشه. میگم بزن کنا کار دارم، بزن کنا. نگردا. بزن کنا کار دارم، بزن کنار. عزیزم عجله نکن. زندگی یعنی آهسته و عمیق. پسرم به به، روح آدم تازه میشه. باشیم پنجره واز میشد، چند تا نفس عمیق میکشیدیم، این سبزی میرفت تو جونمون. الان دیگه میرسیم آقا، اونجا میتونین راحت نفس بکشید. جدا خیلی راه اومدیم ما. الان کجاییم آقا؟ درد دارم. الان میرسیم.
بفرمایید. اینجا کجاست؟ بقیه کجا؟ تو راهن آقا، میرسیم. اینجا مثل قصر دراکولا هست، یکیش همین نایمده داره هممونو میخوره. نه ترسین، کاری با آتون نداره، پسر آرومیه. چه ببینم؟ نه، هنوز پیداشون نکردم، انگار آب شده رفتن تو زمین. برگرد اینجا، برو دنبال یکی دیگه، میبینی که دستت فرار کرده و سر کارت گذاشته. من از هیچی نمیترسم، ببینی من باید این کارو انجام بدم. گوش کن عزیزم، اگه اتفاقی برات بیفته من مسئول نیستم. باشه، خودم مسئول خودم. خوبه، خدافظ. شما چرا انقدر ریشتون وله خوشگله؟ من آخه میدونی اسم این گل چیه آقا؟ آقا نمیدونم. نمیدونی؟ اسم این گل چیه خانم؟ نمیدونم. با همین دیگه، اگه از طبیعت جدا نمیموندیم این همه خنگ و منگ و گول و گیج و خر نبودیم. بله سپس. چه ربطی داره آقا؟ ربطش اینه که ببینم شما وقتی عاشق همدیگه شدین چی به هم میدادین؟ بله؟ چی میخواستین از هم؟ کجا آشنا شدین با هم؟ دانشگاه. خب پس تحصیل کردم که هستین، حتما هر روز میرین کافی شاپ قهوه میخورین و هی ور میزنین. یه جایی بالاخره باید بشینیم دو کلمه ور بزنیم، کار دیگه میتونیم آره بکنیم. نباید ور زد، باید ور زد اتفاقا، ولی ما قدیما یه جور دیگه ور میزدیم. اینو نگاه کن، اینه بده بزنت با عشق با محبت، اون سه گرمات هم واکن، اومدیم سفر. برو آقا، برو جانم. الو جانم. آقای بردباری، شما چرا تلفنتونو جواب نمیدی؟ اشتباه گرفتی عزیزم. اشتباه گرفتم؟ مگه میشه؟ ببین خانم، من حوصله صحبت کردن با شما رو ندارم، ببخشید. حالا شما چرا انقدر عصبانی هستی؟ شما که اینجوری نبودی. عصبانیم، آره عصبانیم، برای که شما نمیدونی چه اینجا چه خبر، مشکل منو نمیدونین که. بابا من اصلا نمیدونم کجا. چرا فکر میکنین که من مزاحمم؟ ببینید من باید مسئله رو با شما مطرح کنم. الو آقای بردباری، بیاین تو خیس بشید، سرما میخورین. کجایین شما؟ اصلا معلوم است اینجا چه خبره؟ ما اینجا چی کار میکنیم؟ برای چی اومدیم؟ بقیه کجا؟ جانم. خواهش میکنم قطع نکنیم. بابا چی از جون من میخوای؟ خانومم، عزیزم، دخترم، گلم، چی میخواین از من؟ خواهش میکنم قطع نکنید. یه دقیقه آقای بردباری، فقط یه دقیقه به حرفای من گوش بدید. نمیدم، حالا بیادبیم بشه. ببینید کارم، من الان در این شرایطی هستم که اصلا نمیدونم کجام. آقای کریمی ببخشید خانم، من الان میگم یه جایی اومدم که نمیدونم اینا کجان، بقیه کجان، چرا نمیان. آقای کریمی، ما اینجا چی کار داریم میکنیم؟ آقای کریمی کجا هستید؟ بله شما چی گفتی؟ ببخشید شما بازیگرا چرا خیال میکنی هر کی بهتون زنگ میزنه میگه؟ ببینی در مورد من اشتباه فکر میکنی. من فقط میخواستم بهتون بگم خانم اصلا اینجا. آقای کریمی، الو. ای بابا من نمیفهمم این چرا گوش نمیده. آقای کریمی،
آقای کریمی. آقای کریمی. آقای کریمی. آقای کریمی. من به شدت به شما احتیاج دارم چون باتری موبایلم تموم شده. بدین براتون شارژش کنم آقا. این چه وضعیه؟ باتری موبایلتون خب بدین براتون شارژ کنم دیگه. نمیخوام بدونم واسه چی منو آوردین اینجا؟ خب این باتری این موبایل دست درد نکنه. ممنونم، محبت میکنی. ولی اینا کجان؟ بچه‌ها تو راهن، اینجا یه ذره بدمسیره، یه کمی سرگردون شدن، گم کردن. شما بفرمایید استراحت کنید. من یه ببخشید ولی سینما شده بچه بازی. ببخشید آقا شما. نه. بفرمایید اونجا استراحت کنید آقا. من الان میام خدمت. چی شد؟ نمیفهم این کاره یعنی چی؟ چرا دره بستی؟ با تو هم جواب بده. میگم چرا دره بستی؟ آزاده خانم. آقای کریمی. اسم من کریمی نیست، اسم من برمکه. شما هم همینجا میمونین تا بقیه از را برسن. برمکی. خیلی خب باشه، میمونم، مسئله ای نداری. شما این در رو باز کن. چرا حالا زندانیم کردی؟ این چرا در رو بستی؟ خیلی خب آقا ببخشید، معذرت میخوام. خانم آقا منو ببخشین، بی خودی جوش آوردم، معذرت میخوام. حالا خواهش میکنم این در رو باز کنید، ولی خواهش میکنم تشریف برید این در رو باز کنید جناب آقای برمک. برمک جان من عصبانی نکن، این در رو باز کن. در رو باز کن بردی که در رو واکن اولاق. در رو واکن اولاق. برم اگه خورد آروم باش، بیا آروم باش، الان بهتر میشه، اینو بخور. از جون من چی میخوای؟ 10 میلیون تومان پول رد. چی؟ دیوونه شدی؟ پولم کجا بود؟ ببین استاد، بذار یه چیزی رو بهت بگم. انقدر استاد به ناف من نبند. حالا من خوب. ببینید آقای بردباری، ما که نمیخوایم شما رو اذیت کنیم، فقط شما لطف کنید زنگ بزنید به مادرتون بگید این پول آماده کنه. همین. من چرا باید یه همچین خریتی رو بکنم؟ واسه اینکه براتون کنیم برید به کار زندگیتون. پس شما منو گروگان گرفتی. فکر عاقبتشو کردین؟ میدونین چه جرم سنگینی رو دارین مرتکب میشین؟ به خودمون مربوطه. ببینم با کمتر کارتون را میفته. مثلا چقدر؟ مثلا دیگه حالا تو حرف نزن، با من چونه نزنین آقای بردباری. همونی که گفتن 50 میلیون تومن نقد. به کادون زدی پسر، به کادون. من کل زندگیمو بفروشم 5 میلیون نمیشه. این درم باز نمیشه. شما این همه پولو برای چی میخواین؟ به خودم مربوطه، به تو ربطی نداره. تو فقط به مادرت زنگ بزن بگو تا فردا این پولو آماده کنه. فهمیدی؟ ببین آقا جون، من مادرم مریضه، اگه اینو بهش بگم ممکنه سکته کنه. از تو فکر یه نفر دیگه باش.
بریم بریم دیگه. خیلی خوب. تو رو چرا اینجا نگه داشتم؟ تو رو هم گروگان گرفتن. بایست آزادت کنم بری. سلام آقا گاوه. ببخشید خانم گاوه، مادمازل یا بانو، دست بذار رو زانو، بشاش به نام گاوا، نترس از این اولاقا. چی عزیزم تو رو هلیم بگی برو 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 برو. چی؟ تصادف کردی؟ من اصلا هیچی نمیخوام. مرده چون این کار رو آدماشو ببرم. کسی هم طوری شده؟ به چی زدی؟ برای شما چه فرقی میکنه؟ من اصلا شاید برگردم تهران. خدافظ. بذار به حال خودش باشه. برم ببینم چیزی لازم داره یا نه. همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد. پروازی نه، گریزگاهی گردد. عجب. بله آقای بردباری، چیزی لازم ندارین؟ تا کی میخواین من اینجا نگه دارین؟ ما باید تا دو روز دیگه از اینجا بریم. بعدشم 50 میلیون که برای شما پولی نیست. دو تا فیلم دیگه بازی میکنید برمیگرده سر جاش. این مزخرفات کی به شما گفته؟ من خودم 8م گرون 9مه. ببین تو این دره وا کن، من بهتون قول میدم کمکتون میکنم. من نمیتونم این کارو بکنم. ببینید برمک، یعنی هر دومون، به خدا ما تا حالا از این کارا نکردیم. آبا چرا این کارو میکنی؟ راه دیگه ای نداشتیم. چی کار میکردیم؟ مجبوریم، میفهمی؟ ببین تو این در رو وا کن، من قول میدم مثل یه دوست در کنار شما باشم، مخلصتونم هستم. ببین آقای بردباری، مجبورم نکن اون کاریو بکنم که دلم نمیخواد. من دیگه آب از سرم گذشته، متوجهی؟ جوانه مملکت باش، اول زندگی آب از سرشون گذشته. ها پس حواستو جمع کن، کاریو که بهت گفتم انجام بدی. عزیزم این که راهش نیست. مذاکره تمومه، یه راه بیشتر نداری. فکراتو بکن برو. ببخشی تو رو خدا، من اصلا شما رو ندیدم. آو داشتم میمردم. حالا الحمدلله چیزی نشد که، به خیر گذشت. مساله من کو؟ همین بیرونه. حالا کجا میرفتی تو این بارون؟ بای بدبختی کجا میرفت؟ حالا بذار بارون بند بیاد، من خودم میبرم. کجا برم خانم؟ زندگی من ویران شده. دونی؟ وقتی ارباب من گذشت در رفت، دیگه مارم بیرون کرد. خیلی ممنون. خانم. بخواه به تهران جاده پایین بسته. از این جاده برم. از این جاده برم. ممنون. من دیدم خیال شکایت را در دست‌های چوبی پاروها با جای زخم صدها صدها جوانها.
او بیا بینه فرار نکن، تو دیگه همدم منی، نمیخواد در وا کنین دیگه. ببینه بیا بینه خوشگل سیاسی ها باشه اقلن حالا که این کارو کردیم یه نفر دیگر رو میدوزیدیم. تاجری، سیاستمداری، بچه مایداری، کسیو اینجوری زودتر به پول میرسیدیم. این یکی حداقل بهتر درک میکنه. آره بلن که بیخیال درک و همدردی زده زیر آبا. جدی میگم برمک، ببین هنرمندا حس دارن، شعور دارن. فکر میکنه باش شوخی میکنی، آوردیمش پیکنیک، تقصیر توه دیگه. اینه این هنر پیشه ندیده. آقای بردبری چیزی لازم نداری؟ فکراتو به کار بنداز، ببین چی کار کنی، به مادرش زنگ بزن پول برامون بیاره. خب زنگ بزن، اگه زنگم بزنه مادرش بفهمه، خب من میگه به پلیس خبر میده دیگه. پلیس به این راحتی نمیتونه جای من رو پیدا کنه. خدا تو را نگهدار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته. چه صدای قشنگی داره. بهار ما گذشته. الو، بالاخره پیداشون کردم. ماشینشون هست اما از گروهشون خبری نیست. منم به جست جوی زنه. این چه طرز وارد شدن آقا؟ من برای شنیدن آوازتو وقت ندارم. به مادرت زنگ بزن، عجله کن. عجله برای چی؟ چون من دو روز بیشتر وقت ندارم، چون باید تا پس فردا از این کشور برم بیرون. اینجا هیچ کاری نشدیم آقا، برو اونجا چه غلطی بکنی؟ حرف دهنه تو بفهم. اون درد چه گناهی کرده که گاهی من لقد بهش میزنم، گاهی تو این سامورایی میفتی به جونش؟ آره مثل یه سامورایی جون بدم رسیده. زنگ میزن یا قلبتو سراخ کنم. آروم باش بابا، آروم. من که بهت گفتم مادرم مریضه. نمیدونم، به یکی دیگه زنگ بزن. دیگه ندارم که اینقدر پول داشته باشم. تازه گوشیم هم که میشه خودت هست. شما رو بده خودم زنگ میزنم. برو تو حافظش، هرکی گوشی رو بردش رو بکن. گوشی تو شارژ نداره. بروین خریت کنی، هیچی گیرت نمیاده. برمک چیکار میکنی؟ برو بیرون. قمر بده من. برو بیرون. آفتا بدش به من. برو بیرون. من با کسی شوخی ندارم. آزادی من شماره رو بهت میدم، ولی به خاطر زنت.
بالاخره موفق میشم. ۶۵ ۷۳ ۳۰ گشی شماره است. خب برو به مخابرات بگو ۷ شماره ایش کنم برات. الو بفرمایید. الو الو سلام خانم، حالتون خوبه؟ سلام، ببخشید مزاحمتون شدم، من از طرف آقای بردباری خدمتتون تماس میگیرم. خسرو خودش کجاست؟ والا یه مشکلی براشون پیش اومده، گرفتار شدن، به ۵۰ میلیون تومان پول نقد تا فردا صبح احتیاج دارن. باهاتون شوخی کرد آقا، من و ایشون الان ۱۰ سال همدیگه رو ندیدیم. بهش بگو دل علف هرز نیست که زیر پا لهش کنی و بری. آزاد خانم، میگم شما عاشق چیه این؟ پول میخواد؟ چرا خودش سعی نمیزنه؟ پسره مغرور و خودخواه شدید. یالا کجا میذاری؟ حالا شو ببینم چی کار میکنی؟ قفم کردی؟ آقا مگه پسر داشتم همسن سال تو بود؟ متریال چیه؟ دست بگیش حالا. آقا بد شد به دست و پا مفتدی بهت میگم. درست کردی من معتادم؟ یال نکردم مطمئن. خاک بر سر کن. این رکیک ترین فوشیه که من میتونم بهت بدم. را بیا فرو تو. آهای چه خبر آقا؟ آه شما هم که اینجا تشریف دارین خانم فضول. دوربین موبایلش ازش بگی. را بیا. من نمیفهمم اینجا چه خبر آقای بردباری؟ این طرز برخورد با خبرنگار نیست. من همه اینا رو تو مجلمون می‌نویسم. غلط کردی اومدی اینجا. جون سالم در بردی هر غلطی خواستی بکن. بابا تو میخوای دنیا رو گروگان بگیری؟ تو با من طرفی. تو به فکر کمک. کمک. تو به فکر دختر مردم. برو به فکر خودت باش. نکبت. بیشو. قاتل. بیا. باکلا دیگه چه فوشایی بلدی نکبت؟ نکبت بیشور، قاتل بیعق، دوست دوها نزیشه. برانده همه شا پیاری برا جالا جانی برمک بیا اینا رو ولشون کنیم بذاریم برن، یه راه دیگه پیدا میکنیم. دو روز دیگه باید برگردم اون تو. فکر اینشو کردی؟ من میترسم برمک. نصف راه هم اومدیم آزاده، یکم دیگه طاقت بیار، همه چی تمومه. دیگه تعامل ندارم. از چی میترسی آخه؟ دیگه چی میخواد به سرمون بیاد؟ از این بدتر که نمیشی. نگران مامانم که سند خونش رو برات گذاشته، نگران این بچه‌م. برمک من نمیخوام بچه‌م تو زندان به دنیا بیاد، نمیخوام این قمر رو دستت ببینه. واسه گفتن این حرفا دیگه خیلی دیره، خیلی دیره. آه! 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 آه!
آقای بردباری، حالا میخوایی چیکار کنی؟ آخه چی میگن اینا؟ حرف حسابشون چیه؟ اینا میخوان معروف بشن که شما را گروگان گرفتن، یا میخوان پولدار بشن؟ آروم دست ببخشیم آقای بردباری، من خودم معرفی نکردم. من آیدا صوفیم، خبرنگار هفته نامه مزاحم همیشگی. باشه در باشه. میگم حالا چرا شما رو گروگان گرفتن؟ پول میخوان. پنجام پنجامه. من به خدا این پولو ندارم، و اینا 50 میلیون، 100 میلیون، هر قد میشد این پولو میدادم تا شما رو آزاد کنم. آقای بردباری، من هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی با شما یه جای زندانی بشم. قسمت دیگه. در عوضش میدونین حالا میتونیم یه مصاحبه جنجالی بکنیم که مثل توپ صدا کنه. دیوونه شدی؟ چرا؟ حالا وقت مصاحبه است؟ آره، جای به این خوبی، ساکت و دنج. مصاحبه جنجالی میشه، مصاحبه آیدا صوفی با خسرو بردباری در دست گروگانگیرا. بابا جون به جای این حرفا فکر کن چجوری از دست اینا فرار کنیم. ببخشید، من خیلی حرف میزنم. بلنش میشه زر جدن از بکن. ای وای ببخشید، بس که بعد موقع مزاحم شدم. دختر مردم داشت خفه میشد، دستمالشو در آوردم. اصلا به من چه؟ بگیر مادرت. الو مادر، زنگ بزن به مادرت. 30 سال من زنگ نمیزنم. اگه یه وقت بلایی سر این بیاد چی؟ آقای بردباری اجازه بده. الو. الو مادر جان. عزیزم تو کجایی؟ از سر کارت از صبح تا حالا 10 دفعه تلفن کردن پرسیدن تو کجا رفتی؟ خب من گرفتار یه جای دیگه شدم. عرض کردم شما خواهش بکنم که سعی کنید 50 میلیون تومان پول بر من آماده کنید. با این همه پول؟ ما که همچی پولی نداریم. خسرو چی شده؟ مادر جون من اینجا نگر داشتم قربونت برم. بگیر چونه ببینم. الو گوش کن خانم، پسر شما پیش من گروگانه. پولیو که گفتم آماده میکنی تا بهت زنگ بزنم. پای پلیس رو بخوای وسط بکشی دیگه پسرتو نمیبینی. انسانیت نداری تو، شرف نداری. اگه انسانیت داشت، اگه شرف داشت که ما رو گروگان داری. باشو عشق از اومده، باش برو دنبالش. باشو کجا داری میری؟ بخوای همه چی رو خراب کنی؟ باشم برم. کجا میخوای بری آخه؟ بخوای بری؟ سر رام برو کنم. برو به جهنم، به درک. اصلا برو به جهنم، به درک. نخواه میرم. به جهنم درکی بخاطر تو بل کردم. نخواه تو بل کردم. اصلا پدر مادرم بخاطر تو بل کردم. ولی ما
اشتباه کردیم. چرا نمیفهمی؟ بین ما من و توی وجود نداشت. آره ولی ما اشتباه کردیم برمک. چرا نمیخوای بفهمی؟ اینا رو بکن بسا برن. احمقشون کجا برن؟ برن برامون پلیس بیارن. الان اگه بخوام دیگه نمیتونم. صاف کن ببینم چشت خورده به این مسکه اون افیشه. چه صافت دختره؟ دختره یه سیلی زد تو گوش پسره. حالا حالا شوهرم با مش کوبید تو صورت دختره. اوه دختره پرت شد دوباره تو گلا. آخ 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 گمونم دماغش هم داره خون میاد. حالا پسر رفت بالا سر دختره، اونو بلند کرد. حالا دختره داره گریه میکنه. پسرم داره گریه میکنه. چی شو؟ چرا ساکت شدی؟ بقیهش دیگه سانسوریه، به درد من و شما نمیخوره. عاشقن دیگه. چیکار کنم؟ بذار این زخمت رو ببندم. خدا کنه عفونی نشه. این چی بود دیگه؟ ایش چجوریه؟ چیز خوبیه؟ یه جایی خوندم یه نفر وقتی بیشتر از خودت دوست داشت باشی اسمش عشقه. این دیگه چجور عشقیه؟ اینا که زدن همدیگر رو لط و پار کردن. زندگیه دیگه. بزنی تنه تو آرامش، محبت، ایثار، درگیری، کشمکش، قربون صدقه، زندگیه دیگه. شما خودتون تا حالا عاشق شدین؟ نمیخواییم بگیم کی بود نه؟ خب بگیم بعدش چی شد؟ طلاق گرفت رفت. بزنید زخمتون بشورم. نمیتونست با وضعیت و موقعیت من زندگی کنه. همه نمیتونن با ما کنار بیان. ببخشید اینا جز مصاحبه نیست، داشتیم درد دل میکردیم. من میخواستم بدونم یعنی شما هنوز به گذشته ها فکر میکنید؟ یعنی به فکر عشق از دست رفتتونی؟ چی میخوای بدونی؟ دختر خوشقلب، مهربونه، با حاله، با حیایه، با صفا. واقعا من مهربونم؟ آره تو دختر خوشقلب و مهربونی هستی. قدر خودتو بدون. حرفای عاشقانه تموم شد؟ بگیر مادرته. باش علی مادرم سلام. الهی قربونت برم مادر، من حالم خوبه، شما نگران نباشین. فقط دنبال اون پوله باشین و یه تلفونم بکنیم بده من ببینم. الو گوش کن خانم، دیدی که حال پسرت خوبه؟ پولیو که گفت آماده میکنی تا بهت زنگ بزنم. برمک جان به خدا اشتباه میکنی، به خود فکر کن، به زنت فکر کن، به بچهت فکر کن، حوصله کن. خب بابا همه مشکل دارن. اصلا من شعار نده. حالا شعار یا هرچی، فکر عاقبتشو کردی؟ بابا ول کن بزن ما بریم، ما به خدا سعی میکنیم بهت کمک کنیم. به دست و پا مفتدی عزیزم. به دست و پا نیفتادم، دلم برات میسوزه. من به دلسوزی تو هیچ احتیاجی ندارم. ببین آقای برمک، من آزاد کن، بذار برم، من تا فردا این پولو برای جور میکنم. نه شده خونه مادرمو بفروشم، شده قرض کنم، من این کارو میکنم. که با پلیس بیای ها؟ نه به خدا، من برای آزادی آقای بردباری هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. خوبه
خیلی به هم علاقه من شدی. خوبه؟ بله همه دوستشون دارن، همه بهشون علاقه دارن. مگه همین آزاده خانوم شما رو دوست نداره که با این حالش افتاده دنبال شما؟ ساکت شو، من حوصله چرت و پرت ندارم. همینجا میمونین تا پول برسه. برمک جان مرد، لاقل یه داروی بده. این آخه عفونت میکنه ها. چطور آزاده؟ حالم خوب نیست، میخوام برم دکتر. دکتر؟ تو این وضعیه؟ نه ترس، لطف نمیدم. نگرانه بچه هم برمک. ولی من هر کاری کردم به خاطر تو بوده، به خاطر این بچه بوده. سویچو بده بذار برم، ولی زخم آقای بردباری هم باید بتادیم بگیرم. سلام، سرهنگ کریمی هستم. بفرمایید. خواهش میکنم. نه ماشاءالله جوان مونده، از جایی دارم که گرفته مشخصه. بله جناب سرهنگ. ببخشید جناب سرهنگ، اینجا یه کمی ریخته. اسباب زحمت شدم خانم بردباری. اختیار دارید. خواهش میکنم، گفتیم چند تا سوال ازتون کنیم اگه ممکن هست. خواهش میکنم بفرمایید. زنده باشین. باید شما میدونم حالا مساعدی ندارید، ولی ببخشید ما رو. خانم بردباری چه ساعتی اومدن دنبال پسرتون؟ فکر میکنم ساعت 7 صبح بود. اونا رو شناختی؟ نه جناب سرهنگ، بعد از اینکه خسرو رفت اون آقا اومدن گفتن پنچر کرده بود. متوجه نشدید چه ماشینی داشتن؟ چرا؟ از اینا بود که بار میزنن، درش هم از بغل باز میشد. جناب سرهنگ، به نظر من از این فولکس هایی هستش که کشوییه اینا، نظر ایشون اینه. حالا بغیر از پول چیز دیگه ای نپرسیدن؟ نه اول خودش صحبت کرد، گفت 50 میلیون آماده کنم. بعد اون آقا گوشی رو گرفت، گفت خسرو پیش اونا گروگانه. سرگوش یه تماس با اون دفتر فیلمسازی بگیرید، ببینید اون راننده که بنا بود پسرشون رو ببره کی بوده، الان هست یا نه، یه پرسجو کن. اطاعت جمع سرهنگ. از سای زنده باد. خانم بود به دشمنی چیزی با کسی نداشتن؟ نه، خود تو آزارش به مورچم نمیرسید. حالا نه دشمنی، اصلا رابطش با همسرشون اینا؟ آخه جناب سرهنگ، اون که خیلی مال قدیمه، تموم شده رفته. خانمم دنبال زندگی خودش، مهریهشون هم کامل گرفتن دیگه، گروگانگیری نداره. حالا نداشت من مثلا مشکلی با همسرشون داشته باشن؟ نه اونقدر که بخوام بدزدنش. ببخش، این راننده‌ای که هر روز میمدن دنبال آقای بولباری الان اونجا تشریف دارن؟ تلفن شما از این شماره گیره داره؟ بله داره. خوبه. بعد از اینکه پسرتون زنگ زد کسی دیگه تماس نگرفت؟ چرا؟ از دفتر فیلم برداری چند بار زنگ زدن، یکی دو بارم دوست داشت. شما خودتون با آقای بردباری زنگ نزدین؟ بله زنگ زدم، ولی موبایلش خاموشه. سرگرد، تلفن‌های موجود رو یادداشت کن، بده کنترل کنم مرکز. اطاعت میشه جناب سرهنگ. یه خواهشی داریم از شما خانم. بفرمایید. اولا خون سردیتون رو حفظ کنید. اگر یه موقع بفرمایید. یه موقع تماس گرفتن، سعی کنید یه جوری طولش بدید ما بتونیم موقعیت اونها رو پیدا کنیم.
اگرم پول خواستن نه نگیدا، بگید کی و کجا تحویل بدیم، همین. ولی جناب سرهنگ، من هنوز این پول آماده نکردم. پول رو بذارید به عهده ما، نگران نباشید، شما این کار انجام بدید. اینه که بازم بستیم که اینو بستم که خونریزیتون بند بیاد. شما افتادی تو درد سر دیگه، دستتون خوب بشه، به سلامتی از اینجا بریم، بقیهش دیگه مهم نیست. چجوری جبران کنم این همه محبت شما رو؟ بگم آقای بولداری، اون پنجره رو دیدی؟ من باید هر جور شده از این پنجره برم بیرون. تو فردا این موقع تو راهیم، پس فردا غروب نشده اون بر مرزی دیگه. نگاه من نمی کنی؟ با عداد قهرم، با نگات قهرم، نگام نکن با نگات قهرم. صدای منم یه روز قشنگ بود، یه کمی دیگه تحمل کنی همه چی تمومه، برسیم اون بر مرز میتونیم راحت نفس بکشیم، زندگی کنیم. یکم دیگه تحمل میکنیم اگه نه. مادر شماره تو از کجا آورد زنگ زد؟ حتما وقتی بهشون زنگ زدم افتاده رو شماره گیر خونشون. پس میان سراغم؟ نگران نباش، پلیس راحت نمیتونه جای من رو پیدا کنه. بیا چایی تو بخور، گرم میشی. دستا چرا اینقدر سرده؟ خب درست شد، دیدی بابا؟ خب درست شد، بازش کردم. مواظب خودت باش، یک کارش بکنم. از همونجا رد میشی؟ بابا بالاخره این ریزه میزه بودن من یه جوی به درد بخوره دیگه. باشد با اجازه. اروانه تو را اینجا بزنم نفلت کنم حداقل دو هفته طول میکشه پیدا کنم. تو اینو بگی بلاش شما بگی بلاش سرت بیارم بلاش شما بلاش شما بینم بلاش شما بلاش شما میتونم بکشم بلاش شما آتل جانی آدم کش شما که این منی که بلاش شما بلاش شما بیا نم کن نم کن آتل جانی برو تو بهت میگم. اگه بلای سر اون دختر بیاد من میدونم تو
ها؟ حالا بذار یه دو روز نبینیش، بعدن دلت براش تاب تاب کنه. این درم دیگه با نمیشه. دیگه صفر شد. برو تو سرما میخوری. مرکز به گوشم. بفهم مجوزشون رو دریافت شد. بله. شنیدم. نه خیلی نیستم. چشم. خیلی ممنون. خداحافظ. بله. من از طرف پسرت تماس میگیرم. پولیه که گفتم آماده کردین؟ گفتی چقدر؟ ای کر بودی؟ گفتم 50 میلیون تومان پول نقد. آخه مادر، من که دست و پا ندارم. من نمیتونم به این زودی آماده کنم. پولو میذاری توی یه ساک کوچیک، بعدم بهت زنگ میزنم میگم کجا بیاریشون. وای، قد کرد. سرگرد، بجون ببین ردشو بده که دارم میشه. خواهش میکنم بذارید من این پولو تهیه کنم ببرم بدم بهشون. میترسم یه بلای سر بچه‌ام بیارم. اجازه بدید مادر من، اگه ما اجازه بدیم شما این کارو کنی، پس بعد همه راه میفتن تو این شهر به گروگان گیری. ما حالا بیار با قلی بار کن. شما کاری به این کارا نشو کنید. کارو بس بدید به ما. من نمیذارم یه مو اثر سرتون کم باشه. چی شد سرگرد؟ جلو سرهنگه میگن که زمان مکالمه خیلی کوتاه بوده، نتونستن موقعیتشون رو پیدا کنن، ولی اون چی که مسلمه خواهش از تهران بودن. از قول من بگید خسته نباشن جناب سرهنگ. خواهش از تهران بودن. الو عمو، سلام. برمکم، چه خبر؟ افتضاح بابا، چی بهت بگم؟ بدبخت شدم، همه زندگیمو فروختم، سند خونه مادر آزاده رو گرو گذاشتم بیام بیرون. عمو من نیامو بر در بدری بکشم ها. بابا باز من کرخر دارم رو شما حساب میکنم. آخریش همین شیش ماه پیش بل کردی بارو انداختی تو هچل، همه چی انداختی گردن ما بلند شدی رفتی. بده یه بانک و مالیات و هزار مصیبت دیگه. حالا اصلا بل کنی هر کار. کجا بیام؟ من ترکیه بیام چیکار کنم؟ کیو باید ببینم؟ الو صدای شما میاد؟ الو شد لعنتی. عمو چی گفت؟ چرت و پرت. نه گفت، گفت همه چی حله، همه هنگه، فقط باید خودمون رو برسیم ترکیه. خوبی؟ میرم موتور برق روشن کنم. برمک نرو تو رو خدا، من میترسم. شارژ نداره، مجبورم. من حرف حسابش چیه دیگه؟ نه ترکی عزیز، نه ترکی. اونا هم از صبح چی نخوردن؟ برو بهش بگو با مادرش حرف زدی. برو بهش بگو با مادرش حرف زدی، بذار خیالش راحت شه. مادرت سلام رسوند، حالش هم خوب بود، گفت پول آماده است. خدا رو شکر.
اون دختره رو چیکار کردی؟ نه ترس جاش همه، نگران نباش، پولو که بگیرم هر دو تاتون آزاد میکنم برید. ببین آقای بردباری، واسه من اصلا اهمیتی نداره که شما در مورد من تو دلت چی فکر میکنی. من تنها چیزی که واسه من اهمیت داره اینه که تا دو روز دیگه باید از این مملکت بزنم بیرون، چون گرفتارم، چون تحمل همه بدبختی رو ندارم، چون همه راه برام بسته است. ببین برمک، وسط حرف من نیا. میخواستم فقط میخواستم از بابت اتفاقاتی که تا حالا واسه افتاده یا از این به بعد ممکنه واسه پیش بیاد ازت حلالیت بخوام. نگران نباش. آخ یاسی گلدون خانم تویی؟ بلند شو ببینم اینجا چه غلطی میکنی؟ آبیا آقا جان سرم خوده بیدن دام برس آقا این آقای مهندس بخواد منو بکشم. خفه شو سرم رفت. نصف شبی اومدی اینجا چه غلطی بکنی؟ برمک جان به ممی چی میگه؟ چی کار داره؟ چه میدونم بابا این کارگر اینجا بوده. خانم جان تبلا میسر تو بگو اصلا این انصافه، من این همه برای تو زحمت کشیدم، توی سردی گرمی این همه مصیبت کشیدم، اون وقت این گاو حق من نیست. شما میگه دیگه خیلی خوب بابا گلدونه خانم باشه، فردا گاو بهت میدم ببری. تو مگه قرار نبود صاحب مرده رو ببری بفروشی پولتو نصف کنیم با هم دیگه؟ آقا این دیر صاحب مرده یه من نزاش که گفتم این بچهش یتیم میشه. آقا حالا خیلی نراتی میرم دیگه. غلط میکنی تو، غلط میکنی. برو اونجا، برو اونجا. اصلا تو خیال کردی که اربابی مگه به من بگی برم یا وایسم؟ ها آقا اینجا مال بانکه، مصادره شده رفته. آقا چرا این کارو میکنی؟ بدش کن بره خونهشون. کجا بره؟ کجا بره؟ میره به پلیس خبر میده. نه چرا به پاسگاه خبر بده؟ چرا به نه خبری نمیده. نه با خدا قسم آقا من به پاسگاه خبر نمیدم. آقا من که گاو منو نمیخوام که. من دیگه چیکار دارم؟ شما اینجا چیکار میکنین که؟ خب من برام که آقا. گلدون خانم این دفعه بیای طرف در میزنم جفت قلم پاتو میشکنم. آقا بزن بزن منو بکش بکش بکش. آقا من پول تو خوردم یا عمویی تو من باشه کسی رو قبوله من کسی رو بیان تو اینقدر زجه بزن تا همینجا جونت درآ. بیا اینو برده اینجا ببر. با آقا بی خودم
الو گوش کن خانوم. الو منم. گوش کن خانوم، این آدرسو که بهت میگم یادداشت کن. فردا صبح ساعت 9 پولو میاری همین جایی که بهت میگم، یادداشت کن. ببین من که الان قلم کاغذ ندارم. یه دقیقه گوشی دستت. حالا بگو آدرسو بگو. اسرار از را نه تو دانی و نه من. ما اینجا آفالم نداریم. همونجا منتظر باش. بگی بالا، بگی بالا، بگو مخور دستتو، بگی بالا. آدم رو بایی میکنی. را بیا، بگیرشون بر، را بیا، بگیرشون بر، را بیا، را بیا خانم، بگیرشون بر. جون بخوری مخصی تو، بندازش، بندازش. بله خواب، خیلی را بیا خانم، را بیا تکم بخور. حالا دیگه خوب، بعد دیگه اینه دیگه، درد دارم. اون اسلحه را کجا بردی؟ من پلیس هم آقای بردار. عجب. چرا میخندی؟ من به اون چه فکرهایی میکردم. پلیس هم حالی چگاه کنیم خانم پولیس؟ امشب اینجا میمونیم، فردا صبح زود حرکت میکنم. خب بس من برم دیگه. نه دیگه تو من بمون، فردا صبح هم حرکت میکنیم. میریم کجا ببینیم؟ من برم تو طویله پیش گاو بخوابم، بعدن تو بری تو اتاق. خیلی خوب، من میرم پیش گاو میخوابم، شما بروی تو اتاق بخواب. خوبه؟ باشیم خانم جان. سلام خانم. خانم ها آی آی مزاحم که نیستم خانم. خانم ها ببینیم ما رو یه روز بالاییم یه روز پایین. امشب هم که مهمون شماییم که خیلی هم جای خوشبو و خوبیه. اتفاقا خوشم میاد. خلاصه تو تا صبح باید با من حرف بزنی به جای اینکه نوشخوار کنی. چی داری میخوری؟ آه بزن حامله است که بو نداره. حالا خانم پلیس جان بتی بلا مستر یه
نمیشه حالا یه تخفیفی بدیم یا در برن؟ بابا حالا یه غلطی کردن دیگه. اینا دیگه دست من نیست گلدون خانم، خواستن آدم ربایی نکنن. ای داده بیده، اینا خیلی آدم های خوبی بودن، دوزنو بود که چی بگم گلدون خانم، گرفتاری، مشکلات زندگی، بی پولی، بذار یک درد بیدرمون دیگه. نه اینه که خواهمه دارن دیگه، من هم دارم، شما هم داریم، از خلا موسیلم بره دیگه. زندگی ها فرق میکنه، بعضی ها طاقتشو دارن، بعضی ها نه، بعضی ها مثل تو با قناعت زندگی میکنن، اینا نه. اینات میفهمه جام سرهنگ، از این اصلی اومدن داخل این نقطه باید وقتی شده باشن. زنده باد، خیالتون راحت باشه خانم بودباری، قول میدم تا فردا صبح پسرتون اینجاست، بگیرید استراحت کنید، اونا دیگه زنگ بزن نیستن، راحت باشید. جناب سرهنگ من این همه پولو چطوری جور کنم؟ اونو سرگرد بهتون توضیح میده، شما فقط خون سرد باشون و آروم استراحت کنید، من میرم مرکز، همه چیزی نظر داشته باشین تا بهتون خبر. اطاعت میشه جناب سرهنگ. گلدون خانم تو رو خدا، تو رو خدا کاری بکنم، من میمیرم. راست میگه، راست میگه، در رو بکنم. اگه اینجا بخواد فرار کنه چی؟ بره نکن، بره نمه، یه گلدون مرده. آه من جان بیم، من جان بیم. بره کنار، بره کنار، در رو بکنم، بره کنار. چی شده؟ تی بلم نیسته؟ مرده. کار دادی راست خوبه داره؟ بوشو بوشو خدا بگرم دیگه از زنت داری میزا آها بوشو دیگه افاره پسر دوره دیگه پدر دوره دیگه پانتر ببینی تنها پول نیست که آدم نجات میده. ببین جای حرفای خود دعا کن، خدا بزن و بچم رحم کنه، هیچ بلایی سرشون نیاد، غیر از هیچ چی نمیخوام. آخه بدبختی اینه که شما جوانه وقتی مثل خر تو گل گیر میکنین به دست و پای خدا میفتین، اون وقت وقتی یه پس گردنی محکم ازش بخورین آدم میشین. همیشه همینطور نیست آقای بازیگر، منم مثل تو، بله مثل تو، منم نمیدونستم افتادم تو اچن، نمیخواستم. چیکار کنم؟ دست به دامن کی بچنم؟ کی جز خدا میتونه کمکم کنه؟ میشنوی؟ گوش میدی؟ آره اون گوش میده، تو گوش بده، آقا تنها تو نیستی که.
منم امروز مثل خر تو گل مونده بودم، به دست پای خدا افتادم، ولی مثل خدا من امروز دوست نداشت. لاقل امروز دوست نداشت. زنت خوبه؟ بچه مرده. متاسفم. نه برو بخوره. قربان، همه چیز نظره؟ سوژه مورد نظر پیدا شده؟ چه دستور همین؟ تمام. آهسته جلو برید و موضع بگیرید تا دستور بعدی. تمام. جناب سربان، آید خانم، من شما یه خواهش دارم. این من خدا رو بلکن بزبیرن سر زندگی شما. شما چشم پوشی کن، منم که شکایت ندارم. من پلیس نیستم آقای بردباری. چی؟ من همون خبرنگار سمیجم. فیلم بازی کردم. بالاخره ما هم از شما چیزی یاد گرفتیم دیگه. این اصلا هم گلدوبیه. من نمیدونم چی بگم. تو نمیخوادی چی بگی. باید برو موازه به اون باش. ببخشید. قرب سلامت. بپا آیده خانم. بله. میگم این ابرا رو میبینی؟ هرچی سفیدتر باشن بیشتر میبارن. ضمناً شما تلفنتون میدین به من؟ شماره تلفن؟ نه فعلا تلفن. گوشی رو برده دیگه مادر. بیداد چطور خونه نیست؟ نکنه پسر خریاد کرده باشه. آیدا،
بفهمیدم. شروع بی اراده، آسمون بی پرنده، من یه بازنده یه مرسوم بین این همه پرنده، بی هدف رفتم و رفتم، بی صدا شکسته در خود، شکستن رو می دیدم اما باورم نمی شد. یه ستاره بودم اما دست شب ستاره چین بود، کسی فریادم و نشنید، قسمتم خاک زمین بود، قسمتم خاک زمین بود، قصر آرزوم و اینجا روح و به قصه ساختم، واسه این غرور بی جا هرچی داشتم ساده باختم، اما من هنوز ستارم، یه ستاره گم نمیشه، دست خورشیدو میگیرم، نمیمونم پشت شیشه.